تو این ویدیو میخوایم بریم با هم یه تجربه کاملا متفاوت داشته باشیم بر مبنای ساختن پانوراما با استفاده از پلاگین کامرا. یه پانورامای خیلی تمیز میخوایم درست بکنیم. این ویدیو رو حتما تا آخر همراه من باشید. دوستان سلام، به استودیو من خوش اومدید. من میثم خادمپور هستم با یک دیگه از ویدیوهای آموزش فتوشاپ در خدمت شما هم. دیگه یوزر فرندیش هم که سر جاشه دیگه، خیلی ساده و خودمونی میخوایم با هم یه گپی داشته باشیم و نرم‌افزار فتوشاپ با هم بررسی بکنیم. یه پانوراما خیلی تمیز میخوایم با هم بریم جلو. خب قبلا عکسشو من گرفتم و به صورت HDR هم هستش. توی پلاگین کامرا میخوام بهتون نشون بدم که چقدر ساده و چقدر سریع میتونیم این عکس‌ها رو با هم مرج بکنیم و یه پانوراما خیلی تمیز و خوب داشته باشیم. پلاگین کامرا قدرت خیلی خوبی داره، البته با استفاده از لایت روم هم میتونیم این کار رو انجام بدیم، ولی الان به نظر من پلاگین کامرا خیلی تمیزتر داره کار میکنه. حالا با هم نگاه بکنیم کاملا متوجه میشید. بریم وارد نرم‌افزار فتوشاپ بشیم. من قبل از اینکه حالا ویدیو رو شروع بکنم مثلا عکس‌ها رو باز کردم داخل پلاگین کامرا. همونطور که میبینید محیطی که من عکاسی کردم از دو تا فریم تشکیل شده، یعنی دو بخش تشکیل شده، اما هر بخش رو 4 تا فریم عکس گرفتم، یعنی اومدم HDR عکاسی کردم. حالا بر مبنای این نرفتم جلو که بشینم نقاط مختلف و مثلا محاسبه بکنم بخوام HDR رو درست بکنم، نه، اومدم بر مبنای استاپ نوری، یعنی اون نورسنجی مرکزی خودم رو در نظر گرفتم توی عکسم. حالا اطلاعات عکسم در اختیارتون میذارم و نسبت به اون اومدم چند استاپ بالاتر و چند استاپ پایینترش هم گرفتم که بتونم داینامیک رنجمو افزایش بدم، که وقتی اینو با هم مرج شد تمام بخش و قسمت هایی که تاریک هست و قسمت هایی که روشن هستش همدیگر رو بتونن همپوشانی بکنن و یک نور بالانس شده در اختیار من قرار بده. عکاسی من بر مبنای تفکر در پلاگین کامرا انجام شده، یعنی من میدونستم که پلاگین کامرا چی جوری به من خروجی میده، بر مبنای همون اومدم عکاسی کردم. الان این قسمت رو نگاه بکنید، ما اینجا الان فریم سمت چپ رو داریم که 4 تا در از عکس هستش، 1، 2، 3 و 4. کاری که انجام باید بدم اول از همه این هستش که بیام تمام وایت بالانس ها رو یکی بکنم. چرا؟ چون که من به صورت اوتو وایت بالانس تعریف میکنم، اصلا سر عکاسی درگیر وایت بالانس نمیشم، مستقیما تو پلاگین کامرا وایت بالانس هم رو درست میکنم. بنابراین هر سه تا عکسمو میگیرم، ببینید البته 4 تا، هر 4 تا عکسو میگیرم و در قسمت تمپرچر 6400 براش در نظر میگیرم. اولین قدم ما این هستش، میرم سراغ اون قسمت پانوراما، حالا اون بخش عکسم، باز 4 تا عکسو با هم انتخاب میکنم و اینجا رم 6400. چه عجب. خب پس ما الان اومدیم 4 تا عکسی که مربوط به حالا فریم سمت چپمون هستش و وایت بالانسش رو درست کردیم، فریم سمت راستمون هم 4 تا عکسش و وایت بالانسش رو درست کردیم. از اینجا به بعد کارم خیلی ساده هستش، به چیزی دست نمیزنم، نمیرم سراغ هایلایت ها، نمیرم سراغ مثلا شادو، اکسپوژر، اینا هیچ کدومو دست نمیزنم. عکس رو انتخاب میکنم، از سمت چپ شروع میکنیم، 1 2، البته این سمت راست هستش، بذار از سمت چپ شروع کنیم. 4 تا رو انتخاب میکنم، وقتی که 4 تا انتخاب شد این سه نقطه اینجا رو میزنم تو ورژن جدید پلاگین کامرا هستم و مرج تو HDR رو میزنم که خود نرم افزار این مرج رو برای من انجام بده و یک فایل DNG در اختیار من قرار میده که ممکنه یه مقدار هم زمان ببره. حالا من این قسمت ویدیو رو هم کات میکنم که زمان ویدیومون زیاد نشه. بازم مثل همیشه ایران برنده میشه. یادم رفت بگم که اگه دوست داشتید این ویدیو رو لایک بکنید، یا همین الان یه دونه لایک برای من بزنید، یه کامنت هم برای من بنویسید. کامنت ها رو حالا میتونید وسط ویدیو هم بذارید برام ببینید ویدیو اصلا خوب هستش یا نه. بریم ادامه ویدیو. اگه کانال من هم ندارید سابسکرایب کنید، علامت زنگوله هم بزنید دیگه. همین، بریم ادامه ویدیو. خب مرج انجام داد، خیلی هم تمیز این کار انجام داد و فضاهای تاریک فضاهای روشن رو بالانس کرد. یه تنظیمات خیلی کوچیکی اینجا من بهتون بگم، فقط اینم رعایت بکنیم. یه بخشی وجود داره وقتی که ما داریم یک عکس، حالا یه عکسی که مثلا تو استاپ‌های مختلف عکاسی شده و ثابت هم هست پای دوربینمون، یه چیزی به اسم روح به وجود میاد این وسط. وقتی عکس روح هم مرج میشه یه حاله های ایجاد میشه که شما تو این قسمت الان آف هست، میتونید اینو بذارید رو حالت مدیوم که اون قسمت ها حالا اون روح هایی که وجود داره رو از بین ببره و یه عکس خیلی ترتمیزتر در اختیار ما قرار بده. که بازم اینجا یه
پروسس داره، باید یه خورده فکر بکنه، آپدیتینگ الان زده و کارش که انجام شد یه مرج ازش گرفتیم و روی دکمه مرج میزنیم که تبدیلش بکنه به یک فایل دی ان جی. خب زمان میبره، باز یک کات کوچولو بزنیم. خب 4 تا عکسمون رو مرج کرد و یه دونه عکس در اختیار ما قرار میده که این فایلش هم به صورت دی ان جی هستش. توجه داشته باشید فایل را بهمون نمیده، ولی یه فایلی به ما میده که قابلیت را بودن داره. و اگه سمت راست رو نگاه بکنید تو در پنل بیسیک، این پنل بیسیک ما تمپرچر که همون هستش که خودمون تعریف کردیم، تینت هم همون تینتی که همشون داشتن من گذاشتم، اکسپوژر رو تغییر داده، کنتراست تغییر داده، هایلایت تغییر داده و همینجور به سمت پایین که میاد میبینید حتی وایبرنس هم خودش تغییر داده و با استفاده از AI داره این کار انجام، یعنی با هوش مصنوعی که تو خود نرم‌افزار فتوشاپ وجود داره این کار رو داره انجام میده. حالا اون یکی عکس هم من مرج میکنم که دوتا عکس داشته باشیم و بعد بریم ادامهش، چون زمان میبره. این قسمت هم ما یک کات کوچولو میزنیم و برمیگردیم. خب به هر حال بعد از یه تایم طولانی کامپیوتر من تونست که این عکس ها رو با هم مرج بکنه. یه دونه این عکس رو داریم که سمت راست تصویرون هستش و یه دونه هم این عکس رو داریم که سمت چپ تصویرون هستش. و اگه دقت بکنید چیزی که این وسط حالا مهمه اینه که هر دوتا عکس ما باید مشخصاتشون نزدیک به هم باشه. این قضیه رو حتما دقت بکنید، مخصوصا بخش وایت بالانس که اختلاف رنگی متفاوتی اینجا نداشته باشه. کارمون خیلی ساده است، کافیه که این دوتا عکس رو انتخاب بکنیم و روی این سه نقطه بزنیم و اینجا گزینه مرج تو پانوراما رو بهش بدیم. یه نکته که وجود داره اینه که شاید الان براتون سوال پیش بیاد که ما یه آیتم دیگه هم داریم به اسم مرج تو HDR پانوراما و من بهتون پیشنهاد میکنم که از این آیتم نرید جلو، چون ممکنه که وایت بالانس تصویرتون رو خودش تغییر بده. بهتره که ما اول وایت بالانس رو خودمون تغییر بدیم برای اینکه اختلاف رنگی زیادی نداشته باشیم و بعد خودمون اینو تبدیلش کنیم به یک پانورامای خیلی خوب، که حالا گزینه دوم من انتخاب میکنم و میره توی حالت پروسس. یه پیام به من میده، میگه که به صورت اتوماتیک یه سری پروفایل ها، لنز کارکشن اینا رو مثلا من اصلاح میخوای بکنم یا نه، که حالا من بهش میگم که آره این کار رو انجام بده و شروع میکنه عکس های HDR ما رو تبدیل میکنه به یک پانوراما خیلی تمیز که یه مقدار زمان میبره و مجبوری منتظر بمونیم. خب عکس‌ها رو با هم مرج کرد، همونطور که دارید می‌بینید خیلی تمیزم تونست این کارو انجام بده، هیچ خطی این وسط شما نمی‌بینید. پلاگین کامرا فوق‌العاده شده تو این قضیه. فقط اینجا یه سری نکات وجود داره. در قسمت بالا شما می‌تونید براش مثلا حالت‌های مختلف پرسپکتیو یا شکل‌های مختلف تصویر رو توی پانوراما براش مشخص بکنید. مثلا میتونیم از گزینه پرسپکتیو استفاده بکنیم یا میتونیم از گزینه اسفریکال مثلا استفاده بکنیم که دیفالت روی این هستش به نظر من بهتره و روی تمام عکس ها یا تمام پانوراما هم جواب میده. پس برای منم رو همین گزینه میذارم، سراغ چیز دیگه ای نمیرم، فقط و فقط بهش میگم که اگه یک زمانی، حالا ممکنه برعکس شما اینجوری باشه، مخصوصا زمانی که دارید با لنز های وایت مثلا یه عکس پانوراما میگیرید، اگه زمانی یه قسمت های مثلا کراپ کرده، این عکس ها رو مثلا کج و کوله کرد که بچسبونه به هم و یه پانوراما به شما بده، شما گزینه فیل ایج رو بزنید که لبه های شما رو به صورت اتوماتیک پر بکنه. این حالا این دستور توی نرم‌افزار فتوشاپ هم هستش، ولی خب میتونیم اینجا هم این کار رو انجام بدیم و خیلی کار تمیزی در میاد. پس بنابراین من تیک فیل ایجم فعال میکنم و مرج رو میزنم که یک عکس فاینال در اختیار من قرار بده که میگه خب کجا این کار رو انجام بدم. میگم که همون جایی که قبلا بود، سیف کن و به عنوان یک فایل DNG در اختیار من قرار بده. یه اتفاق خیلی خوبی که توی پلاگین کامرا افتاده این هستش که تمام مرج هاش دیگه به صورت JPEG نیست، همش به صورت DNG هستش و قابلیت اینو داره که ما الان باز از پنل های پلاگین کامرا استفاده بکنیم. میخوایم وایت بالانس رو تغییر بدیم، هایلایت هامون رو تغییر بدیم، شادو ها رو تغییر بدیم، همه این امکانات وجود داره و تازه آیتم های دیگه اش هم کار میکنه. انگار یه فایل را رو داریم کار میکنیم باهاش و به نظر من خیلی فوق العاده است و این عکس فاینال ما هستش. یعنی بدونی که اصلا کاری انجام بدم این عکس رو پانوراما کردم، مرج کردم، پانوراما کردم به صورت HDR و فاینالش هم تای ویدیو شما میبینید، یعنی الان دارید میبینید دیگه. مرسی که تا این لحظه ویدیو همراه من بودید. بازم مثل همیشه ایران برنده میشه. یادم رفت بگم که لایک و کامنت بذارید برام و خوشحالم بکنید و خب اگه تا اینجای ویدیو رو دیدید حتما این کار رو برای من انجام بدید. صدام هم گرفت دیگه، خیلی طولانی شده این ویدیو. خیلی مخلصیم، تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپرم. البته قبلش هم یه چند تا ویدیو اینجا براتون میذارم، پیشنهاد هستش اگه دوست داشتید اینا رو هم نگاه بکنید
برید نگاه کنید خدا وکیلی دیگه و خوشحال میشم دیگه، کلا خوشحال میشم ویدیوهای منو ببینید. خیلی مخلصیم، تا ویدیو بعدی خداحافظ. مرد.